قرار است کالاهای بازرگانی از راه خط آهن از چین به افغانستان و افغانستان به چین انتقال یابد. اداره خط آهن تفاهم نامه ای را با اداره های خط آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان دستخط کرده. به گفته مسئولان این اداره، با باز شدن این دهلیز، کالاهای بازرگانان از چین به قرقیزستان، از آنجا به ازبکستان، بعد به ولایت بلخ در شمال افغانستان خواهد آمد. آگاهان به این باورند که با عملی شدن این تفاهم نامه سهولت های بیشتری ایجاد شده و بهای کالاهای بازرگانی هم کاهش خواهد یافت. گزارش از بشیر احمد شیرزاد. توافق روی ایجاد یک دهلیز جدید بازرگانی به گونه آزمایشی میان افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان. نماینده های اداره خط آهن افغانستان پس از دو روز رایزنی در تاشکند روی ایجاد یک دهلیز تازه بازرگانی با کشورهای چین، قرقیزستان و ازبکستان به توافق رسیدند. افغانستان، قرقیزستان، چین و ازبکستان هیوادونو ترمنز در نوی جوریدون که اقتصادی دهلیز باندی مفصل بحثونه وسول. پر اون جمعه دیدی بحثونه پا پای که یاد توافق لیک امضا شو او داغ رسمن به داغ اقتصادی دهلیز خپل کار پیلوی. این تفاهم نامه که برای 3 ماه به گونه آزمایشی دستخط شده، کالاهای بازرگانی از چین به قرقیزستان، بعد به ازبکستان و از آنجا به ولایت بلخ خواهد رسید. و همچنان برعکس، تولیدات داخلی افغانستان و کالاهای ترانزیتی از طریق این دهلیز به چین انتقال خواهد شد. موقف و پالیسی امارت اسلامی ما ای است که باید با تمام کشورها، من جمله کشورهای همسایه ما، نزدیک ما، روابط و تعاملات تجارتی و اقتصاد محور داشته باشه. پس تحرکی که در این مورد صورت میگیرد طبیعی است که مثمر و نتیجه بخش است. همزمان بخش خصوصی افغانستان هم از این توافق استقبال کرده. میگویند با عملی شدن این تفاهم نامه تجارت با این کشورها گسترش یافته و سهولت های بیشتر برای بازرگانان ایجاد خواهد شد. سهولت های ایجاد شود برای تاجر و سرمایه‌دار و هم با مارکت چین اموال ما به وقت و زمان برسند و هم اموال ما از بازار چین، خصوصا مواد خوراکی و مواد مصرفی، مواد خام فابریکات ما به وقت و زمان به افغانستان برسد. بنابراین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این قرارداد ما تقدیر میکنند. کوشش خواهد کردیم که از همون کوریدور استفاده کنیم. به این باورند که ایجاد دهلیزهای جدیدی افغانستان را از وابستگی اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه بیرون کند. که ایجاد دهلیزهای جدید اقتصادی میتونه افغانستان و وابستگی اقتصادی و تجارتی کشورهای همسایه بیرون بکنه و به حجم تجارت افغانستان به کشورهای جهان بیفزاید. در صورتی که افغانستان از فرصت پیش آمده بتونه استفاده مؤثر و عظمی بکنه، زمینه تمدید توافقنما نیز فراهم خواهد شد و امیدواری بر دوام این دهلیزهای تجارتی بیشتر خواهد بود. حالا مجاهد در توییت گفته که تنها در 7 روز از طریق خط آهن گذرگاه‌های حیرتان، آقینه و ترغندی 74,757 تن مواد نفتی و غیر نفتی انتقالات صورت گرفته است.